آغاز واکسیناسیون کووید 19 در بریتانیا. آیا جهان به پایان کابوس کرونا نزدیک می شود؟ بهرنگ تایشین خبرنگارمان از مقابل بیمارستان محل واکسیناسیون در بریتانیا گزارش می دهد. و عصام فرزانه از مقابل کاخ سفید از تایید مقدماتی واکسن فایزر در آمریکا به ما خواهد گفت. واکسن و تحریم‌های ایران با یک وکیل در این باره حرف خواهیم زد. در ادامه برنامه امشب، پایان رسیدگی به پرونده مؤسس آمد نیوز در دستگاه قضایی ایران. دیوان عالی کشور حکم اعدام روح الله زم را تایید کرد. استفاده از ظرفیت بورس در ایران برای تامین مسکن. آیا رویای صاحب خانه شدن کم درآمدها تحقق می‌یابد؟ و 40th سالگرد مرگ جان لنون، خواننده جنجالی گروه بیتل‌ها که به چهره اعتراض علیه جنگ تبدیل شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. امروز در بریتانیا رویدادی تاریخی رقم خورد. اولین قدم‌های بشر در راه غلبه بر دشمنی مشترک. دشمنی که جهانیان را در سراسر دنیا فارغ از نژاد و رنگ و ملیت هدف گرفته و بیش از 1.5 میلیون نفر را به کام مرگ کشانده. با شروع واکسیناسیون بریتانیا اولین کشوری شد که با استفاده از یک واکسن تایید شده مبارزه با کرونا را رسما شروع کرده. همزمان سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده که واکسن شرکت فایزر بایو انتک امن است و انتظار می‌رود تا روز پنجشنبه مجوز رسمی برای واکسیناسیون اضطراری در آمریکا را صادر کند. در خبری مرتبط، خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت دارایی آمریکا گفته که بانک‌هایی که به ایران خدمات مالی مرتبط با کمک‌های بشردوستانه از جمله دارو و تجهیزات پزشکی بدهند جریمه نمی‌شوند، خبری که امید به رسیدن واکسن کرونا به ایران را افزایش می‌دهد. در این 60 دقیقه می‌پرسیم چقدر به پایان همه‌گیری نزدیک شده‌ایم. اول گزارشی ببینیم از سیاوش اردلان. این لحظه است که همه دنیا انتظارش را می‌کشید. نام مارگارت کینان و بیمارستان دانشگاه شهر کاونتری در شمال بریتانیا را به خاطر بسپارید، چون اینجا اولین واکسن تایید شده کرونا در جهان امروز تزریق شد. مارگارت 91 ساله میگوید فقط خوشحال است که حالا میتواند کریسمس را با خانواده‌اش باشد. اما ذوق‌زدگی خدمه بیمارستان و مقام‌های بریتانیا از جمله وزیر بهداشت فراتر از این حرف‌ها بود. خیلی احساساتی شدم وقتی تصاویر واکسن زدن مارگارت رو دیدم. به نظر چیز خیلی کوچیکی اومد. یه سوزن کوچولو که تو بازو تزریق می‌کنن و بعد از چند ثانیه تمام. اما در روند مبارزه با این ویروس لحظه خیلی مهمیه. و یک لحظه مهم دیگر، واکسن زدن نفر دوم در بریتانیا. نامش ویلیام شکسپیر. حالا نامی تاریخی از دو جهت. بعد از نزدیک به بیش از 61,000 جان باخته، بریتانیا روزهای بهتری را انتظار می‌کشد. اما تازه این اول راه است. مشکلات تولید و تدارکات برای ارسال و دریافت محموله‌های واکسن فایزر بایونتک از همین حالا دوران سختی را در ماه‌های آینده رقم می‌زند. بریتانیا هم مثل بعضی کشورهای دیگر بیشتر بر روی واکسن ساخت خودش، واکسن آکسفورد، حساب باز کرده تا تایید شود و هر چه زودتر مردم را واکسینه کند. ولی برای تایید شدن این واکسن ساخت داخل، بریتانیا باید اندکی بیشتر صبر کند. اما روسیه برای تایید واکسن ساخت داخل صبر نمی کند. روسیه عمدن از 3 روز پیش برنامه واکسیناسیون همگانی را شروع کرده. نام واکسن را هم مثل اولین ماهوارهش به فضا اسپاتنیک گذاشته. اتفاقا تزریق واکسن اسپاتنیک از 3 ماه پیش شروع شد و روسیه اطمینان داده هرچند این واکسن تایید نشده ولی مطمئن است. در چین هم واکسن‌های ساخت داخل مراحل نهایی را نگذرانده ولی به صدها نفر تزریق شده و محموله‌ای هم از همین واکسن‌ها به امارات ارسال شده. بعضی کشورها حاضر شدند بدون گذراندن مراحل نهایی تایید واکسن ساخت خودشان از این واکسن‌ها استفاده کنند یا از واکسن ساخت دیگران استفاده کنند. اما خیلی کشورها هم ترجیح دادند صبر کنند،
مثل ایران که هم در انتظار واکسن کوواکس از سازمان بهداشت جهانی است، هم در انتظار ساخت واکسنی در داخل که هنوز مشخص نیست اسمش چه خواهد بود. در مورد واکسن کوواکس، ایران با دیوار تحریم‌های آمریکا روبرو شده، هرچند وزارت خزانه داری آمریکا مجوز را داده. خوشبختانه داره میره رو فاز انسانی از هفته‌های آینده. به هر حال ایران گفته است تیر ماه سال آینده هم واکسن ساخت داخل را تکمیل می‌کند، هم واکسن کوواکس را از سازمان بهداشت جهانی دریافت خواهد کرد. تا آن زمان هم شرایط فرق خواهد کرد و بالاخره اولین ایرانی روز خوشی را مثل مارگارت کینان تجربه خواهد کرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. بهرنگ تاجدین خبرنگارمون امروز مقابل یکی از بیمارستان‌هایی بود که اولین سری واکسیناسیون کرونا در اونها شروع شده و اول از اتفاقات امروز گفت. رانا، این بیمارستان وکسهم پارک در شهر کوچیک اسلو در حومه لندن یکی از 50 بیمارستانیه که امروز از اول صبح برنامه واکسیناسیون افراد علیه ویروس کرونا در اون شروع شد. اولین نفری که اینجا ساعت 8 صبح بهش واکسن زدن یک پزشک متخصص در واقع بخش اورژانس بود که به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای در شروع این همه‌گیری مدتی مجبور شده بود حتی بمونه خونه و نمیتونست در اوج دورانی که به هر حال سیستم درمانی باید با بیماران مبتلا به کووید 19 سر و کله میزد و درمانشون میکرد، نمیتونست بیاد سر کار. در نتیجه ایشون اولین نفری بود که امروز صبح اینجا واکسینه شد و افرادی که اینجا امروز اومدن علاوه بر کادر پزشکی، کسانی که بیماری زمینه‌ای دارن و در نظام بهداشت و درمان بریتانیا فعالیت میکنن، کسانی هم هستن که در خونه های سالمندان کار میکنن. میدونیم که این افرادی که در اون خونه ها کار میکنن خیلی در معرض ویروس بودن و در کنار این ما افرادی رو هم داریم که در دور اول واکسیناسیون در واقع بهشون واکسن تزریق میشه، کسایی هستن که بالای 80 سال هستن، نه بیماران بستری در بیمارستان بلکه کسانی که نظام بهداشتی و پزشکان تشخیص دادن که خطر بالایی دارن و به همین خاطر در اولویت اولن. افراد میان اینجا در واقع در بعد از پذیرش میرن میشینن یک جایی، پرستار بهشون واکسن رو تزریق میکنه، این دوز اوله، باید 21 روز بعد بیان دوز دوم هم بهشون تزریق بشه و واکسنی که امروز برای اولین بار در بریتانیا تزریقش به افراد شروع شد یه واکسنی ساخت شرکت فایزر آمریکا و بایونتک آلمان که حتی یک تکنولوژی جدیدیه به خاطر اینکه ویروس تضعیف شده نیست، یک بخشی از کد ژنتیکی ویروس به نام mRNA یا RNA پیام رسان که در واقع بعد از تزریق به بازوی افراد این پروتئین پوسته ویروس در خود بدن افراد ساخته میشه، سلول‌های بدن اینها رو می‌سازه و فرصتی میده به سیستم ایمنی بدن که با ویروس آشنا بشه، با شکل ویروس آشنا بشه و بعداً اگر فرد به ویروس مبتلا شد به بیماری کووید 19 مبتلا نشه. مراحل بعدی چه خواهد بود؟ مشخص هست که در چه بازه زمانی به مرحله‌ای می‌رسیم که بشه گفت ایمنی عمومی ایجاد شده؟ ببین، فعلا در واقع به صورت مرحله مرحله انجام میشه. بریتانیا 9-10 گروه مختلف تعیین کرده و با اولویت انجام میشه و دلیل هم داره. حدوداً 500,000 نفر، یعنی کمتر از 1% جمعیت بریتانیا، کسانی هستند که در خونه های سالمندان زندگی میکنند، ولی در این 9-10 ماه گذشته دیدیم که 1/3 کل جانباختگان کووید 19 در بریتانیا و البته در خیلی از کشورهای دیگه این افراد هستند، افراد سالمند و سالخورده ای که در واقع بیماری زمینه ای هم دارند و در یک محیطی زندگی میکنند. به همین خاطر اولویت اول به این افراد و کلا به گروه های در خطر داده شده، یعنی اول از افراد بالای 80 سال شروع میکنن، بعد میرن بالای 75، بالای 70 و الی آخر. چند مشکل وجود داره. مثلا اینه که تا الان تنها واکسنی که در کشورهای غربی بعد از طی تمام مراحل
آزمایشیش به تایید نهایی رسیده این واکسنه و منتظریم واکسن های دیگه ای هم بیاد، مخصوصا واکسن ساخت دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنیکا که اون واکسن راحت تریه برای نقل و انتقال، هزینش هم پایین تره به خاطر اینکه یه جور واکسن کلاسیک و معموله. و برای مقایسه بگم مثلا هر دو دوز اون واکسن بین 6 تا 8 دلاره در مقابل 60 تا 80 دلاری که مثلا این واکسن های پیشرفته تر هست، دیگه نیازی به فریزر هایی که توش در واقع واکسن در دمای منفی 80 درجه نگهداری بشه وجود نداره و کلا توزیعش راحت تره. مسئله اینه که با تایید واکسن ها و تولید بیشتر اونها در ماه های آینده انتظار داریم شاید تا اواخر بهار اوایل تابستون در خیلی از کشورها به درجه‌ای برسیم که بخش اعظم جمعیتشون واکسینه شده، ولی طبیعتاً کسانی که سالمن و سنشون هم زیر 50 ساله در اولویت آخر قرار می‌گیرن. بهرنگ، فاصله این 21 روز بین مرحله اول و مرحله دوم کماکان افراد باید به مراقبت ادامه بدن، درسته؟ دقیقاً، به خاطر اینکه طول می‌کشه تا سیستم ایمنی بدن بتونه بیاد واکسن در واقع اون پروتئین های ساخته شده ای که به نوعی پوسته ویروس هستن و بعد از تزریق واکسن در بدن ساخته میشن، حالا واکسن های دیگه خود اون پروتئین ها هستن، بیاد اونها رو شناسایی کنه و در واقع آماده بشه که ایمنی پیدا بشه. و یه مسئله دیگه هم که هستش اینه که این واکسن ها هیچ کدومشون ایمنی 100% نمیدن، یعنی در آزمایش هایی که انجام شده بود قبل از این مرحله تایید نهایی مثلا کارایشون حدود 95% این واکسنی که امروز شروع شد تزریقش کارایش حدود 95% بود، یعنی یک احتمال کمی هست افرادی که این واکسن رو دریافت کردن هم در صورتی که ویروس کرونا وارد بدنشون بشه میتونه در واقع اونها رو بیمار کنه، حالا نمیدونیم که آیا بیماری شدیده یا نه، ولی در نهایت امروز شروع مرحله آخره یا خیلی ها امیدوارن شروع مرحله آخر این کابوس همگیری جهانی کووید 19 باشه. اگر برنامه های واکسیناسیونی که امروز در بریتانیا شروع شد در کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای جهان سوم و کشورهای فقیر هم شروع بشه ممکنه بتونیم در چند ماه آینده به جایی برسیم که بگیم بالاخره این همگیری به پایان رسید. متشکرم بهرنگ، هوا هم خیلی سرده، خواهش می‌کنم مراقب خود باش که سرما نخوری. خبرنگار ما سام فرزانه هم از مقابل کاخ سفید به ما پیوسته، جایی که انتظار میره کنفرانس خبری به زودی برگزار بشه. قرار چی گفته بشه سام؟ تا حدود 1:20 دیگه قرار در کاخ سفید یک کنفرانس باشه که حدود 3 ساعتی هم قراره که به طول بیانجامه و درباره مسائل مربوط به ویروس کرونا و اینکه چطور دولت آمریکا سعی کرد کمک بکنه به تهیه این واکسن صحبت میکنن. بهرنگ صحبت میکرد از این کابوس جهانی، من میتونم بگم که این کابوس عملی برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم بود، به خاطر اینکه وقتی اون میخواست که دوباره به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب بشه همین همگیری و شیوع ویروس کرونا بود که یک عامل اصلی مهم در برابر او بود و نتونست او روز انتخابات بشه. حالا فرصتی داره که توی 3 ساعت بیاد بگه که چه کارهایی دولت او انجام داده و اینکه اصلا این ویروس چطور قراره که در آمریکا توزیع بشه، چه کسانی اولویت دارن برای گرفتنش و اینکه اصلا چطور یک واکسن رو میان و در واقع ارزیابی میکنن و مطمئن میشن از اینکه اثرگذار هست، برای اینکه در آمریکا خیلی ها اعتقاد دارن به تئوری های توت و خیلی ها از الان نگران هستن که نکنه این واکسن به اونها صدمه بزنه. برای همین هم است که میبینیم که رؤسای جمهوری پیشین آمریکا اومدن و آستین بالا زدن، گفتن اولین کسانی هستن که حاضرن این واکسن رو بگیرن جلوی دوربین های تلویزیونی برای اینکه به مردم اطمینان بدن. این کنفرانس 3 ساعته هم بخشی از تلاش دولت آقای ترامپ هست برای اینکه به مردم بگه که اعتماد کنن به این واکسن و البته این واکسن رو به چطور در اختیار اونها قرار میدن. به نظر میاد که با تایید امنیت واکسن فایزر بایونتک توسط سازمان دارو و غذای آمریکا هم به واکسیناسیون نزدیک‌تر شده باشه.
همینطوره، ولی البته هنوز مرحله نهایی انجام نشده. فعلا چیزی که امروز منتشر کردن یک گزارشه، گزارشی که توی اون دارن میگن که چه چیزهایی رو در نظر گرفتن، چه مواردی در این در مورد این واکسن رعایت شده یا بهش نگاه شده، توجه شده، یا چه چیزهایی حتی بهش نگاه یا توجه نشده. مثلا چه گروهایی توی این بخش آزمایشی نبودن یا کسانی که در دوره آزمایشی بودن باید از حالا به بعد چه کاری انجام بدن. این در واقع گزارشی که امروز داده دولت آمریکا، سازمان غذا و دارو، در واقع داره میگه که ما آماده هستیم برای اینکه رأی نهایی رو بدیم و رأی نهایی هم دو روز دیگه قراره که داده بشه و اونجا میخوان به صورت رسمی تصویب بکنن. این رو هم باید بگم به شما که دیشب یک خبری اومد که یک مقداری شاید اثرگذار بود در این گزارش و در اینکه این گزارش بالاخره منتشر بشه. دولت آقای ترامپ در روزنامه نیویورک تایمز گزارش شده بود که این فرصت رو داشته در تابستان که مقدار بیشتری از این واکسن رو بخره، اما فقط 100 میلیون دوز خریده بود که میدونیم چون دو دوز به هر نفر زده میشه فقط برای 50 میلیون نفر موثره. و هر چقدر این مسئولان این شرکت خواسته بودن شرکت فایزر که بیشتر بخرن، آمریکایی‌ها گفتن که دولت گفته که نه ما لازم نداریم و نمیخریم. و یک مقداری حالا آقای ترامپ و دولت بعد از انتشار این گزارش به تکاپو افتادن تا بگن که نه، بجو اول از همه باید اون 50 میلیون 100 میلیونی که مال آمریکایی هاست داده بشه و ما اجازه نمیدیم اون 100 میلیون به کس دیگه‌ای داده بشه، که بعید میدونم شرکت فایزر هم می‌خواد اون 100 میلیون رو به کس دیگه‌ای بده. الان اینجا صحبت سر اینه که آمریکا بیش از 50 میلیون نفر جمعیت داره و برای اون 250 270 میلیون نفر دیگه چه فکری کردن. سام، سوالی که برای خیلی از بینندگان ما در ایران مطرحه، مثلا اینه که این واکسن که به ایران میرسه و بحثی که مقام‌ها مطرح کردن مسئله تحریم‌ها بود، اما امروز از قرار آمریکا واکنش نشون داده درباره تحریم‌ها و امکان دسترسی ایران به این واکسن. ببینید، این بار اول نیست و فقط هم در مورد ویروس کرونا نیست، در مورد مسائل بهداشتی و درمانی دیگه هم ایرانی‌ها بارها شکایت کردند که تحریم‌های آمریکا باعث شده که دارو به ایران نرسه. و این احتمالاً مسئله فقط مسئله خود این بانک‌ها نیست، در واقع این گمانه وجود داره که بسیاری از بانک‌ها در جهان کاری ندارن به این که ممکنه حالا در این مورد خاص آمریکا تحریم رو نادیده بگیره و اجازه بده این تبادل مالی مثلا انجام بشه. اونها میگن که هر گونه رابطه با ایران ممکنه برای اونها گرون تموم بشه و اینها شرکت‌های خصوصی هستن، مالکان خصوصی دارن و این واهمه رو دارن که یک ذره پاشون رو کج بگذارن دولت آمریکا اونها رو تحت تحریم‌های قرار میده که امکان داره اون شرکت‌ها نابود بشن. برای همینه که می‌بینیم هر بار هی دولت آمریکا مجبوره که این رو تکرار بکنه که مسائل انسان دوستانه یا پزشکی، تجهیزات پزشکی، دارو، اینها در تحریم‌ها قرار نداره، ولی خب احتمالاً کسانی که باید تصمیم بگیرن و اجازه بدن از سازمان و نهاد مالی اونها استفاده بشه، شاید اونها خیلی این حرف رو نمیپذیرن و ترجیح میدن که خودشون رو امن نگه دارن. متشکرم سام، به نظر نمیاد تو به اندازه بهرنگ سردت باشه، ولی به هر حال مراقب خودت باش سام فرزانه. محسن زرکش، کارشناس حقوقی تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اوفک در شرکت حقوقی پرایس بنوویتس از واشنگتن دی سی با ماست. آقای زرکش، خوش آمدید به برنامه. بیانیه امروز وزارت دارایی آمریکا آیا چیز جدیدی اعلام کرده یا همون ادعاهای گذشته است؟ همون ادعاهای گذشته است. خبرنگار قبلی که داشت صحبت می‌کرد گفت که همیشه باید این اعلامیه‌ها رو بدن هر موقع مشکلات صادرات بهداشتی به ایران اتفاق میفته، و این اعلامیه‌ها فقط دارن نشونه میدن که بانک‌ها اجازه دارن بعضی از این ترانزکشن‌های بین‌المللی برای ایران انجام بدن برای دلایل بهداشتی یا دارویی یا غذایی، ولی بانک‌ها این ریسک رو معمولاً انجام نمیدن و این ترانزکشن ها رو جلو نمیبرن به خاطر تحریم های به طور کل روی ایران. بله بفهمید. بانک ها هر موقع تحریم های به طور کل روی ایران میبینن و ریسک و پنالتیه که
اوفک و دولت آمریکا میتونن روشون بذاره برای دخالت مثلا یک شرکتی، یک گروهی که تحریم هست در صادرات واکسن یا دارویی به ایران و پنالتی هایی که بعدش میتونه بیاد، این ریسک رو انجام نمیدن. دولت آمریکا هر ماه حدودا اعلام میکنه و موقعی که برجام هم بود، آقای جان کری رفته بود اروپا و به بانک ها، به کشورهای اروپایی، به شرکت های بنابراین میگفت که ما تحریم شماها رو نمی کنیم برای خیلی از تجارات بین المللی. حالا زیر دولت آقای ترامپ این ریسکش با استراتژی ماکسیمم پرشرش برای شرکت های اروپایی خیلی بیشتر شده و حالا واکسن باشه یا دارو برای سرطان باشه، این استثناهایی که دولت آمریکا گذاشته در قوانین به طور کل تحریم، ریسکی که هنوز برای شرکت های بین‌المللی هست زیاده و این کارها را خیلی از موقع انجام نمیدن و بهش میگن دی ریسک، یعنی به طور کل تجارت ایران رو جلو نمیبرن. با توجه به اینکه به هر حال الان این مجوز صادر شده از جانب وزارت دارایی آمریکا، دوباره هم امروز تاکید شده و به هر حال ما در یک بحران پاندمی هستیم، بیماریه که همه جهان درگیرش هستن، فکر می‌کنید بانک‌ها این بار حاضرند این ریسک رو بپذیرند؟ بانک‌ها خیلی از موقع‌ها این، یعنی چند ساله دارن این استثناءات رو میبینن، مجوزهایی که اومده بیرون، اعلامیه‌ای که اوفک دیروز کرده مجوز نوعی نیست، فقط یک اعلامیه است که نشون میده که بانک ها اجازه دارن انتقال پول برای سازمان های بین المللی و کار کردن با اون بانک هایی که قبلنا اتفاقا صادرات بین المللی دارویی و غذایی برای ایران انجام میدادن که حدوداً دو ماه پیش آمریکا رو لیست تحریم گذاشت برای اکتیویتی هاشون در سکتور بانکی و مالی ایران و دولت آمریکا گفته که برای استثناءات تحریم که روی آمریکایی‌ها هست، مثلا برای ترانزکشن های قانونی دارویی و بانکی بخش به قضایی، بانک های اروپایی و شرکت های اروپایی میتونن با ایران کار کنن یا آسیایی، مشکلی نخواهد داشت با اون بانک هایی که قبلا اصلا به طور کل رو لیست تحریم نبودن. احتمالش هم خیلی زیاده که این بانک ها استفاده میشن برای بیشتر ترانزکشن های بین المللی، ولی دولت ترامپ این تحریم ها رو خیلی بیشتر کرده روی بانک های ایرانی و شرکت های ایرانی و ریسک که یک مشکلی پیش بیاد برای این بانک ها بعدنا، هرچی دولت آمریکا بگه، شرکت ها و بانک های خصوصی این ریسک رو برای مثلا بخشش به مردم ایران همیشه انجام نمیدن. بانک ها کارشون تو انتقال پول و در اون خب بیزنس هست و سود هست و ریسک قانونی، مشکلات قانونی بعدنا براشون خیلی از موقع خوب نیست. با توجه به حساسیت موضوع کرونا، آیا هیچ نهاد مالی دیگری به جز بانک های معمول وجود داره که بتونه به ایران کمک بکنه که این واکسن رو تهیه کنه؟ من آشنا نیستم با راه دیگه که بتونن این پولا رو انتقال کنن به حدی که مثلا پروگرام کوفکس احتیاج داره از ایران بجز با از طریق بانک‌های بین‌المللی. متشکرم از شما. معمولا هم این انتقال‌های پول در دلار استفاده میشه و خب تحریم‌های آمریکا روی کنترل دلار و انتقال دلار خیلی بیشتره تا کرنسی‌های دیگه. سپاسگزارم. محسن زرکش، کارشناس حقوقی تحریم‌های دفتر کنترل دارایی خارجی آمریکا اوفک.
قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در دیوان عالی کشور تایید شده. دادگاه انقلاب حدود 5 ماه پیش فعالیت‌های آقای زم را مصداق افساد فی الارض خواند و او را به اعدام محکوم کرد. او در دادگاه بخشی از اتهامات و اعتراف‌های تلویزیونی‌اش را رد کرده بود. اطلاعات سپاه ایران آقای زم را مهر ماه پارسال دستگیر کرد. گفته شده او در فرانسه زندگی می‌کرد و در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. فیروزه اکبریان گزارش دیوان عالی کشور تایید حکم اعدام برای متهم پرونده جنجالی. حکم صادره از دادگاه انقلاب در این مورد به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. اشاره غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به پرونده روح الله زم است، مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز. مبلغ 2 میلیون دلار دریافت کنه. کسی که بیش از 5 ماه پیش دادگاه انقلاب در 13 مورد اتهام او را مجرم شناخته و در مجموع رأی به افساد فی الارضش داده بود. گفته بودم رأی که حکم اعدام دارد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه رسیدگی به پرونده او در دیوان عالی 1 ماه پیش انجام شد. اما کسی که حالا در آستانه اعدام قرار دارد زمانی با آمد نیوز در اوج بود. اعتراض های دیماه 96، زمانی که گفته شد آمار بازدیدها از کانال آمد نیوز به بالای 2 میلیون هم رسید. موضوعی که احتمالاً باعث می شود او بیشتر و بیشتر در رادار نیروهای امنیتی ایران باشد. در آمد نیوز همه نوع خبری بود. درست و غلط، با سند و بی سند. به پای حکومت هم زیاد می پیچید. از جمله انتشار اسنادی که ادعا می شد مربوط به فساد برخی از مقامهای بلند پایه حکومت است. مهر ماه 1398 بود که سپاه در بیانیه‌ای خبر دستگیری روح الله زم را داد. آن هم زمانی که به باور همه او همچنان ساکن پاریس بود. همزمان تصاویر مربوط به بازداشتش منتشر شد. مقام‌های ایران اطلاعاتی درباره نحوه دستگیریش ندادند. اما در بعضی گزارش‌ها گفته شد که او را با ترفندی به عراق کشاندند و مقام‌های عراق او را تحویل ایران دادند. من هستم مؤسس رسانه آمد نیوز. از اتفاق ساعاتی پس از دستگیری فیلمی از او پخش شد، فیلمی مشابه بسیاری از اعتراف‌های اجباری. آقای زم در این فیلم از نظام عذرخواهی کرد. بهمن ماه 1398 و 4 ماه پس از اعلام خبر بازداشت، اولین جلسه دادگاه روح الله زم برگزار شد. در مجموع به فاصله 4 ماه، یعنی تا خرداد امسال، 6 جلسه دادگاه برایش برگزار شد. قاضی پرونده قاسم صلواتی بود. قاضی معروف پرونده های سیاسی و امنیتی که آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر تحریمش کرده اند. تظاهرات هایی که راه میندازیم بعدش واقعا گاهی بخشایی از جلسات دادگاه به صورت تقطیع شده در رسانه ها منتشر شد. محتوای مجرمانه اصلا تو این سایت منتشر نکردید. چرا؟ نه من نمیدونم مجرمانه بوده یا نه. ببینید من که نمیدونستم 9 سال و غربی هم اینجا جواب بدم که. او بخشی از اتهام ها و اعتراف هایش را رد کرد. اما پرونده‌ای که در 6 جلسه جمع شد قطور بود و سنگین. کیفرخواست او 17 بند داشت. از جمله جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه، همکاری با آمریکا علیه حاکمیت ایران، نشر اکاذیب، اعلام زمان تردد فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه در کشورهای منطقه و توهین به رهبران فعلی و پیشین جمهوری اسلامی. در نهایت حکم بدوی در تیر ماه امسال اعلام شد. دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فی الارض دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده. تنها 10 روز پس از حکم اعدام روح الله زم را بار دیگر جلوی دوربین تلویزیون نشاندند. کانالت گفتگویی پر از تقطی که بیشتر به بازجویی شبیه بود.
هرچند در جاهایی هم روح الله زم پاسخهایی داد که در همان نسخه تقدیم شده پخش شد. بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض مردم بود. اگر واقعا هم اعتراض باشه شما به سمت اختشاش کشوندیش. خودم یه گرایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی بتونه بیاد حاکم بشه. سازمان گزارشگران بدون مرز پخش این فیلم را مصداق شکنجه زندانی توصیف کرد. از زمانی که سپاه در بیانیه‌ای خبر بازداشت آقای زم را داد تا تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کمتر از 14 ماه گذشت. در پرونده‌ای پر ابهام که سازمان‌های حقوق بشری آن را ناعادلانه دانستند. برای کسی که زمانی با یک کانال تلگرامی با یک رسانه حکومت را کلافه کرده بود. فیروزه اکبریان، بی بی سی. کاوه شیرزاد فعال سیاسی در دیجون فرانسه با ماست. آقای شیرزاد، روح الله زم رو از نزدیک میشناختند. آقای شیرزاد خوش آمدید به برنامه. در وهله اول با توجه به تایید حکم های مشخص شد که آقای زم اساسا دسترسی به وکیل داشتند و روند رسیدگی به پرونده روند عادلانه ای بوده؟ 100% روند عادلانه ای نبوده. روح الله زم حتی با خانوادهش نتونسته تا اونجا که من اطلاع دارم تماس بگیره. خانواده ایشون تهدید شدن در خارج کشور که سکوت کنن و اگر سکوت نکنن در واقع ایشون به اعدام محکوم میشه، در حالی که اونها به هر حال به قول و وعده خودشون عمل نکردن. من میدونم که از کانال‌های مختلفی هم به خانواده ایشون فشار میاد که هیچ کاری انجام در واقع ندن و سکوت مطلق کنن. خانواده در ایران چطور؟ خانواده در ایران رو من اطلاع ندارم، ولی خب ایشون دو تا دختر داره در خارج کشور، 6 ساله و 16 ساله، و اینها هیچ اطلاعی از پدرشون ندارن و روح الله رو برخلاف تمام قوانین، حتی قوانین جمهوری اسلامی، از این حق محروم کردن. ایشون نه تنها وکیلی نداره بلکه کاملا در انفرادی قرار داره و با هیچ زندانی دیگری تا امروز ارتباطی برقرار نکرده. یعنی ایشون کاملا در حال کاملا ایزوله شدن و در یه همچین شرایطی حکم اعدام صادر کردن چه معنایی میتونه داشته باشه؟ مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد به یک نوعی از روح الله زم با اعدامش یک قهرمان بسازه و در واقع حق خودش رو به یک جوری تضییع میکنه در این ارتباط. فکر میکنید چه تبعاتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ آیا با حذف یا اعدام آقای روح الله زم امثال آقای زم و فعالیتاشون متوقف میشه؟ اولا جمهوری اسلامی باید بدونه که چرا یک کانال آمد نیوز، یک کانال معمولی تلگرامی در خارج کشور انقدر محبوب میشه. به خاطر اینکه در داخل ایران هیچ آزادی رسانه‌ها وجود نداره. اگر آزادی رسانه‌ها وجود داشت، کانال آمد نیوز شانس خیلی کمی وجود داشته که بتونه اینجوری موفق بشه و تعداد بازدیدکنندگاش زیاد بشه. من فکر میکنم که در این ارتباط لازم هستش که آقای هم آیت الله سیستانی پاسخ بده که چرا هیچ واکنشی نسبت به دستگیری روح الله زم انجام نداده و همچنین دولت فرانسه بگه که چرا تاکنون در این ارتباط سکوت کرده و اطلاعات خیلی مختصری در این ارتباط داده. سوال این هستش که چرا دولت فرانسه هیچ در واقع تلاشی برای احقاق حقوق این زندانی که پناهنده سیاسی در فرانسه بوده انجام نداره و چرا اطلاع رسانی نمی کنه؟ آیا دولت فرانسه هیچ عملی انجام داده در زمان بازداشت روح الله زم که منجر به توقف در واقع دستگیری ایشون در عراق بشه؟ اینها سوال‌هایی هستش که مطرح هست و بدون پاسخ متاسفانه مونده. واکنش افکار عمومی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ روح الله زم در نزد افکار عمومی به نظر من به یک نوعی به یک قهرمان تبدیل شده و اعدام اون میتونه که این روند قهرمان شدن رو بیشتر کنه. واکنش مردم این هستش که ایشون حق داشته یک کانال تلگرامی داشته باشه و بتونه آزادانه اطلاعاتی که به دستش میرسه رو منتشر کنه. خیلی از این اطلاعاتی که ممکنه جمهوری اسلامی هم با اون مخالف باشه توسط خود مقامات جمهوری اسلامی به روح الله زم داده شده. بنابراین روح الله زم به عقیده من هیچ تقصیری، هیچ کار اشتباهی انجام نداده. ایشون حق داشته که کانال
یک خبرگزاری، یک خبررسانی در این ارتباط انجام بده و به وظیفه شهروندی و مسئولیت انسانی خودش جواب داده. ممکنه بعضی جا هم اشتباه کرده باشه، ولی باز تقصیر جمهوری اسلامی هست، به خاطر اینکه رسانه‌های داخل ایران رو آزاد نگذاشته و رسانه‌های خارج کشور میتونن به این قدر در واقع موفق باشن. تقصیر بر عهده خود جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی این حکم رو به روح الله زن به عقیده من داده به خاطر اینکه خودش در داخل ایران سانسور مطلق رو انداخته و به یک نوعی باعث شده که چنین فضایی در بیاد. اگر رسانه ها آزاد بودن، خیلی از مواردی که روح الله زن مطرح کردن و به ذم جمهوری اسلامی و دادگاه نادرست بودن میتونست در واقع افشاگری بشه، میتونست در ارتباط با این موج پروپاگاندایی که این کانال و اخا را انداخته بود و اینها اعتقاد دارن که چنین موردی وجود داشته پاسخ بدن. ما هر چی میکشیم در واقع از سانسوری است که در جمهوری اسلامی رخ داده و جمهوری و روح الله زن قربانی این سانسور هست به عقیده من. متشکرم. کاوه شیرزاد، فعال سیاسی. افزایش قیمت مسکن در ایران ظرف یک سال گذشته خرید خانه را برای بسیاری مشکل تر از قبل کرده. عده‌ای از کارشناسان حوزه مالی و مسکن به دولت پیشنهاد دادند برای حل مسئله مسکن از ظرفیت بورس استفاده کند. طرحی که مشابه آن در بعضی کشورها تجربه شده و گفته می‌شود برای کمک به خانه دار شدن افراد کم درآمد می‌تواند مفید باشد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. خرید مسکن برای بسیاری از ایرانیان تبدیل به یک رویا شده. رویایی دست نیافتنی که این آمار رسمی واقعیت آن را به تصویر می‌کشد. در 20 سال اخیر میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بیش از 80% رشد کرده. علاوه بر آن در 3 دهه اخیر تورم مسکن بیش از نرخ تورم رسمی بوده و املاک و مستغلات بیش از میانگین سایر کالاها و خدمات افزایش قیمت داشته. حالا نتیجه برخی تحقیق ها نشان می دهد که هر خانوار ایرانی باید حدود 23 سال برای خرید خانه انتظار بکشد. آن هم به شرط آن که بتواند 1/3 درآمد خود را پس انداز کند و نسبت قیمت مسکن به درآمدش هم از این که هست بالاتر نرود. تهرانی ها برای رسیدن به این نقطه نیم قرن باید پس انداز کنند. برای حل این مسئله دولت‌ها در ایران طی 2 دهه گذشته طرح‌های مختلفی اجرا کردند. مشهورترین آنها مسکن مهر و مسکن ملی بودند که دست کم به گفته یک وزیر مسکن سابق روش تأمین منابع آنها به ویژه در مسکن مهر به تورم دامن زده. تورم هم قدرت خرید گروه‌های کم درآمد متقاضی مسکن را کاهش داده. کیفیت پایین این خانه‌سازی‌های دولت مسئله دیگری است که بارها خبرساز شده. اما از همه مهمتر این که پروژه‌های دولت در بخش مسکن در بالا بردن شمار صاحبخانه‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده. گواه آن نتایج سرشماری‌های سراسری مرکز آمار است که نشان می‌دهد در سال 55 خورشیدی 70% خانوارهای ایرانی صاحبخانه بودند، اما شمار آنها ظرف 40 سال 25% افت کرده. حالا مدتی است یک گروه از کارشناسان حوزه مالی و مسکن به دولت پیشنهاد دادند که با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات که با مخفف انگلیسی REIT شناخته می‌شود، از ظرفیت بازار سرمایه برای کمک به تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد استفاده کند. کارکرد این صندوق‌ها به این شکل است که سرمایه‌گذار در بورس سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات را می‌خرد. سپس این صندوق ها از جمع‌آوری پول سهامداران برای خرید ملک و اجرای پروژه های ملکی استفاده می کنند. به این ترتیب سهامدار می تواند با خرید سهام این صندوق های سرمایه گذاری در پروژه های ملکی سهم شود. به عبارتی دیگر سرمایه گذاران از جمله خانوارهای کم درآمد یا با درآمد متوسط به جای کل خانه که امکان خرید آن را ندارند سهام بخشی از یک پروژه ملکی را می خرند. به این ترتیب ارزش دارایی محدود خود را از تورم بالای اقتصاد ایران حفظ می کنند و به واسطه سهامی که از پروژه های ملکی دارند از افزایش قیمت مسکن بهره می برند. صندوق ها هم با اجاره املاکی که تهیه کردند سهمی از سود فعالیت خود را به سهامدار پرداخت می کنند.
به این شکل سهامدار خردی که توان خرید کامل ملک را نداشته میتواند با سود حاصل از خرید سهام بنیه مالی خود را برای خرید مسکن در آینده بالا ببرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در کشورهای مختلف تجربه شدند که گاهی موفق بوده و گاهی کاستی‌هایی داشتند. اگر پیشنهاد راه‌اندازی این صندوق‌ها در ایران وارد مراحل جدی‌تر شود، ارزیابی تجربه‌های سایر کشورها در این خصوص مفید خواهد بود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. بعد از مرگ یک خانواده ایرانی در کانال مانش، بریتانیا دست به اقدامات سختگیرانه ای زده تا مهاجرت پرخطر پناهجویان از طریق دریا را متوقف کند. به همین منظور قرارداد چند میلیون دلاری با فرانسه بسته شده و عملیات شناسایی و دستگیری گروه‌های قاچاق انسان هم سرعت بیشتری گرفته. اما چرا بعضی پناهجویان جانشان را به خطر می‌اندازند تا از یک کشور امن اروپایی مثل فرانسه خود را به بریتانیا برسانند؟ پرهام قبادی به یک اردوگاه پناهجویان در جنوب انگلستان رفته و با چند پناهجوی ایرانی صحبت کرده که به تازگی از همین مسیر خود را به بریتانیا رساندند. پناهجویان در حال گذر از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا می آید. با قایق‌های ناامن دل به دریا زدند. اما چرا پناهجویانی که در یک کشور امن غربی مثل فرانسه هستند جانشان را کف دستشان می‌گذارند تا به بریتانیا برسند؟ برای جواب این سوال به یک اردوگاه پناهجویان در جنوب انگلیس رفتم. شهر ساحلی فوکستون. کمپ یک پادگان متروکه بوده که حالا پناهجویان مرد در آن اسکان دارند. موفق شدم با مسعود و اکبر، دو پناهجوی ایرانی، صحبت کنم. مسعود میگوید وقتی در طول مسیر در کشور اسلوونی دستگیر شد درخواست پناهندگی داد، اما تقاضایش رد شد. سه تا ردی بیموره. حق کار ازت گرفته میشه، اگه خونه داشته باشی ازت گرفته میشه، حساب بانکیت بسته میشه و مجبورت میکنه که بری، چون هیچ راه دیگه ای نداری. چون اگه وایسی دوباره میای تو دیپورت سنتر و میری تو پروسه دیپورت به کشورت. اومدم آلمان، یه کشور بهتر و نزدیکتر بود، و آلمان به خاطر دوبلین منو برگردوند. قانون دوبلین میگوید پناهجویانی که به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شوند، همان کشور موظف است به درخواست پناهندگیشان رسیدگی کند. مسعود که از آلمان رانده و از اسلوونی مانده بود، به وکیل مراجعه میکند. یه وکیلی به من گفتش که تو بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که از اتحادیه اروپا خارج بشی. گفتم من نمیتونم برگردم. گفت نه برنگرد، برو جلو به سمت انگلستان، اون داره از اتحادیه اروپا خارج میشه و شرایطش فرق داره. و منم دیگه دیدم هیچ راهی جز رفتن به انگلستان نداشتم. اکبر، پناهجوی 42 ساله ایرانی، هم چون در یونان درخواست پناهندگی داده بود نمیتوانست در آلمان یا کشورهای دیگر بماند و میگوید ناچار بود خود را به بریتانیا برساند. من اثر یونان رو داشتم، کشورهای دیگه نمیتونستم برم. من دوستم مثلا آلمان بود یا اتریش بود، دوبلینگش در اومده بود، برگردونده بودن، مجبور شدم که پاشم بیام اینور. اکبر بار اول در راه رسیدن به بریتانیا نزدیک بود غرق شود، اما حتی این تجربه وحشتناک باعث نشد پا پس بکشد. سری اول قایقمون نزدیکای آبای بین المللی بود، پاره شد، هممون داشتیم غرق می‌شدیم. اگه کشتی فرانسوی نمی‌اومد ما رو نجات بده، هممون مرده بودیم. دفعه دوم دیگه قایقمون جلوش سوراخ شده بود، کشتی انگلیسی اومد کمکمون. یعنی شرایط اگه کسی نمی‌اومد کمک کنه، امکان غرق شدنمون هم بود. چون قایقا دست دوم مینداختم، من پولم کم بود، با این افرادی میومدم که کم پول میگرفتم، ولی قایقای دست دوم مینداختم. در هفته های اخیر بریتانیا در حرکتی ضربتی تلاش کرده راه مهاجرت دریایی را شش قفله کند. تصاویر هفته پیش، 14 عضو یک گروه قاچاقچی انسان را در لندن دستگیر میکنند. اهل سوریه است. چند روز پیش از این هم با فرانسه قرارداد بستند. 40 میلیون دلار دادند تا فرانسه نیروهایش را دو برابر کند و تجهیزات مورد نیازش را خریداری کند. اقداماتی بعد از اینکه یک خانواده ایرانی 1.5 ماه پیش در کانال مانش غرق شدند. اکبر و مسعود بعد از تحمل 3-4 سال سختی در مسیر بالاخره به بریتانیا رسیدند. اما شرایط با آنچه فکر می‌کردند بسیار متفاوت است. چند نفر اینجا اقدام به خودکشی و خودزنی کردن. همین هفته پیش بود سالن روبروی ما، دو نفر جفت رگاشون رو زدن،
و بردنشون بیمارستان دیگه خبر ازشون نداریم. مثلا الان بهش میگیم که آقا بیا ملافه رو عوض کن، میگه که ندارم. میگه یک ماه عوض نکردی. پناهجوان ماها و برخی سالها در مسیرن تا به بریتانیا برسن. برخی جونشون رو کف دستشون میذارن و از دریا عبور میکنن تا به بریتانیا برسن. مسیری که بسیار پرخطره و برخی جونشون رو از دست دادن. اما وقتی به اینجا میرسن به اردوگاه پناهجوها میان، مثل اینجا در شهر فوکستون، و در اینجاست که متوجه میشن که واقعیت زندگی پناهجویی با اون چیزی که در ذهن داشتن بسیار متفاوته. پرهام قبادی، بی بی سی، فوکستون. جان لنون اسطوره موسیقی راک 40 سال پیش در چنین روزی در 40 سالگی به ضرب گلوله کشته شد. ستاره‌ای که دلیل شهرت جهانیش فراتر از آهنگسازی و حضورش روی صحنه موسیقی بود. گزارش علی خردپیر رو ببینید. رویای صلح جهانی، بیمرزی و بیمذهبی. خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز و شاید بیش از هر چیز صدایی بلند علیه جنگ. او که 1940 در شهر لیورپول انگلستان به دنیا آمد به اسطوره راک بدل شد. شهرتش اما به صرف نبوغش در موسیقی نیست. جان لنون برای بسیاری نماد صلح طلبی بود. صلح طلبی در دورانی که ناقوس جنگ در ویتنام، کامبوج و لاوس به صدا درآمده بود و دخالت آمریکا و بریتانیا چشم مردم غرب را هم نگران. اعتراضش گاه او را به جرگه چپ افراطی نزدیک می‌کرد، چنانچه بعدها ابراز پشیمانی کرد. سال 1969 در اعتراض به سیاست خارجی دولت حزب کارگر بریتانیا، از جمله پشتیبانی از آمریکا در جنگ ویتنام، مدال امپراتوری بریتانیا عالی‌ترین نشان افتخار در این کشور را به ملکه پس داد، مدالی که 4 سال از دریافتش می‌گذشت. او که 4 دهه پس از مرگش همچنان محبوب است، با بیتل‌ها به شهرت رسید. پس از جدایی از این گروه جاودانه در تاریخ موسیقی هم شهرتش روزافزون بود. ستاره دهه 60 میلادی همچنان در ردیف پرفروشترین هاست. جان لنون چهره ایست که در موسیقی زاده شد و در اعتراض رشد کرد. قتلش اما به دست هوادار سابق نقطه پایانی بر آن پرواز خیال و آرزوی جهانی دیگر نشد. علی خردپیر، بی بی سی. بهمن کلباسی از نیویورک و جایی که جان لنون کشته شده با ماست. بهمن، میدونیم که امروز بسیاری از طرفداران جان لنون به اشکال مختلف او رو به یاد آوردند. اونجا چه خبره؟ همچون که میگی، همچون گفتی رنات حدود چند ده متری محلی که دقیقاً 40 سال پیش آقای لنون کشته شد ایستادم و من دوربین رو برگردنم برای اینکه ببینیم جمعیتی که اینجا جمع شده. بسیاریشون دارن بعضی از ترانه ها و کارهای معروف آقای لنون رو میخونن از صبح تا حالا. جاییست که معمولا هم جهانگردا زیاد میان، هم در سالگرد فوت آقای کشته شدن آقای لنون هم همیشه جمع میشن، ولی خب امسال چون 40مین سالگرد هست تعداد بیشتری جمع شدن. دقیقا هم 80 سالگی، تقریبا 2-3 هفته میگذره از تولد 80 سالگی و اگر زنده میمان، و ساختمانی هم که پشت ما اینجا هست دقیقا همون ساختمانی است که آقای لنون در هنگام ورود بهش کشته شده، محل زندگیش. اتفاقا آپارتمانی که هم که درش زندگی میکرد با همسرش همچنان جزء املاک خانواده است و همسرش به اون رفت آمد داره. و الان هم اگر هم اجازه بدین چند ثانیه نزدیک بشم، یکی از این خوانندگان رنا این شباهت با آقای لنون نیست. و یه مقداری هم این طرفتر تعدادی از مردم گل گذاشتن تصاویر او، مجله ها و روزنامه هایی که عکس های آقای لنون رو داشته روش، و گروه بیتل ها
و جالبه که بدونی که وقتی آقای لنون به نیویورک نقل مکان کرد، یکی از دلایلش این بود که در بریتانیا خیلی مورد آزار و اذیت رسانه ها بود، به خصوص بر سر به هم خوردن به اصطلاح گروه بیتل ها و اینکه بسیاری همسر او رو مخصوص میدونستن، آمده بود در نیویورک یه جای آرامتری باشه و کمتر بسیاری یه زندگی پاسبایسایش بیشتری داشته باشه و همون هم قربانیش کرد و اون کسی که در آغاز طرفدارش بود و بعضی از حرف ها و صحبت هایی کرده بود او رو عصبانی کرد، آمد و اینجا چند نتره اینجا او رو کشت هنگامی که از اتومبیلش خارج شد برای اینکه وارد منزلش بشه. حافل از اینکه این سفر منجر به آرامش ابدی میشه براش، متشکرم. بهمن کلباسی از نیویورک با ما و همچنین کاوه باسمنجی روزنامه نگار از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. کاوه، شنیدیم در گزارش بهمن که در محل قتل جان لنون عده‌ای از طرفدارانش جمع شدند. کم هست هنرمندی که 4 دهه پس از مرگش بسیاری از کسانی که طرفدارشان حتی متولد نشده بودند زمان زندگی آقای جان لنون، فکر کنید چی میشه که بعد این همه سال هنوز اینقدر او محبوبه؟ خب به 2 تا نکته بسیار کلیدی میشه اشاره کرد در این محبوبیت و در این استمرار میراث جان لنون و گروه بیتلز. یکی از نظر در واقع موسیقایی هست و نوآوری هایی که داشت، هم لنون و هم شریک در واقع هنریش پل مک‌کارتنی در گروه بیتلز، و اصولا سبک جدیدی رو در موسیقی پاپ ابدا کردند، محتوای جدیدی رو در ترانه نویسی و همینطور شکل جدیدی رو در تصنیف موسیقی، و اون مفهوم قبلی در واقع گروه های بزرگ رو که یک ارکستری متشکل از شاید 10-12 شاید 20 نفر نوازنده بود و بعد یک ستاره بود که در واقع خواننده بود و در جلوی صحنه ایفای نقش می کرد، در واقع اینها اون فرمول رو به هم زدن و مفهوم گروه رو به معنایی که امروزه می شناسیم از دهه 50-60 به بعد، یعنی 3-4-5 نویسنده، خواننده، ترانه سرا، آهنگسازی که خودشون خودکفا هستن، نیازی به گروه های بزرگ ندارن. این از نظر موسیقایی. اما شخص جان لنون فارغ از سهمی که داشت در موفقیت و محبوبیت گروه بیتلز، فعالیت های سیاسیش و کنشگری اجتماعیش بود که برای بسیاری از جهانیان و برای بسیاری از نسل‌هایی که در واقع ضد جنگ بودند و ضد شرایط حاکم اون زمان به خصوص در آمریکا بودند جاودانه شد، و بعضی از ترانه‌هایی که جان لنون نوشت، 4-5 تاش حداقل میشه گفت تبدیل شدن به سرودهای اعتراضی و شعارهای تظاهر کنندگان ضد جنگ و هوادار حقوق مدنی. شما خودتون اشعار پینک فلوید رو ترجمه کردید آقای باسمنجی، فکر کنید که علت اینکه بسیاری از هنرمندان اون دوره اسطوره شدند چیه؟ خب البته پینک فلوید میشه گفت یک نسل بعد از بیتلز آمد و به شهرت و محبوبیت رسید. در مورد شخص جان لنون من میتونم بگم تا اندازه زیادی در مورد شاید گروه پینک فلوید و به خصوص راجر واترز هم صادق باشه این مسئله. اون کنشگری سیاسیش وقتی در قالب هنر درآمد و یه هنری که قابل لمس بود برای توده مردم، برای علاقمندان به موسیقی پاپ و موسیقی روز، اون پیام رو به همراه اون نوایی که گیرا بود و دلچسب بود و توی ذهنها میمون میشد، با سوت زد میشد، زمزمه کرد، اینها موند. خب جان لنون بسیار بسیار بیشتر از هر شاید هنرمند دیگری در این در کنش‌های اعتراضی دست داشت، از جمله اعتراض به جنگ ویتنام که حدود 3.5 سال در دادگاه میرفت و میومد چون دولت آمریکا میخواست اخراجش بکنه، دیپورتش بکنه، و در نهایت موفق شد که کارت سبزش رو بگیره و اقامتش رو، یا همینطور در مورد فرض کنید کشتار یک شنبه خونین در درگیری های ایرلند، آهنگ معروف یک شنبه خونین رو اولین بار جان لنون نوشت و اون هم
در واقع دستمایه شد برای بعدن گروه های مثل یوتیوب اون رو خوندن. که در نتیجه میخوام بگم که ترکیب یک پیام عمیق‌تر از کلیشه های راکن رول و با یک حالت آرمان خواهی با در این حال موسیقی که دلچسب هست و میشه بهش گوش داد بدون اینکه خیلی عمق فلسفی داشته باشه، راز ماندگاری جان لنون و افرادی مثل او هست. فکر میکنید که پایان تراژیک و زود هنگام زندگیش هم نقشی داشته؟ به گمان من نقشی داشته در احیای کارنامه او، بعد از اینکه خب به هر حال سالها بود که دیگه با بیتلز همکاری نمی کرد و در واقع کل خلاقیت هنریش متمرکز شده بود روی تک ترانه ها و گهگاه آلبوم هایی که با همسرش یوکو اونو ضبط می کردن. و در واقع می شود گفت که در صدر جدول پرفروش های موسیقی پاپ یا راک نبود و به یک معنا جز برای فعالان سیاسی فراموش شده بود، ولی خب قتل او طبیعتاً نگاه ها را متوجه این آدم کرد که برای نسل های جدیدی شناسانده بشه کی بوده، کارنامش چی بوده، برای چی شهرت و محبوبیت به دست آورده، چه حرفی داشته که میخواسته بزنه. و خب نسل های بعد شروع کردن دوباره ترانه ها رو گوش کردن، معانی رو کشف کردن و از نغمه ها و ملودی هاش لذت بردن. آیا در نسل جدید هنرمندان امروزی شما این میزان صلح طلبی و هوشمندی اجتماعی و فعالیت مدنی رو میبینید؟ خب خیلی فرق میکنه. موسیقی امروز وقتی صحبت میکنیم از یک طیف بسیار بسیار وسیعی صحبت میکنیم که از موسیقی های بسیار عامه پسند شروع میشه، از پرفروشترین ها شروع میشه که از همون کلیشه های مرسوم راکن رول یا موزیک سول یا موسیقی هیپ هاپ یا رپ پیروی میکنن، با البته نوآوری هایی که به لطف هم تکنولوژی و هم خلاقیت هنرمندان دائم ابراز میشه و بروز پیدا میکنه. اما چیزی که میخوام بگم این هست که نمیتونیم در واقع همه رو در یک طبقه قرار بدیم. تعداد زیادی از خواننده های هیپ هاپ به خصوص صدای اعتراض هستن این روزها. متشکرم. کاوه باسمنجی، روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی با ما. و به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب ما تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون.